هشدار مذکور بعد از تحقیقات گسترده صورت گرفته و حکومت باید توجه جدی در مورد نماید، چون در گذشته کابل بانک تجربه موثری در راستای بانکداری خصوصی در افغانستان بوده و حکومت باید سعی نهایت خیش را با بانک‌های خصوصی که تحت توجه و کنترل جدی خود قرار بدهد. به خاطر اینکه ورشکستگی مذکور ضربه عظیم دیگری در اقتصاد وطن ما وارد خواهد نمود و به جامعه جهانی خاطرنشان خواهد ساخت که افغانستان هیچ نوع سیستم جهت حفظ و کنترل و ترقی اقتصاد ندارد. همین است که توجه آنها قسم سالهای گذشته یعنی عراق از افغانستان کم شده و بار دیگر این وطن در دست چند تن از افراد استفاده جو رها کرده و برگشته به نقطه صفر آغاز می شود. حکومت به نوعی که می شود باید جلو چنین ضربات بنیادی را بگیرد. سپاس نظر ایمل نقشبندی بود و نظر فیصل که بسیار کوتاه است. گروه بحران راست می گوید. بفرمایید آقای فخری. سلام علیکم برادر. سلام بر شما. پرسش این است که شما بالای بانک های خصوصی باور دارید؟ بسیار خوب پرسش است. پیشتر یک برادر خوب مثال داد، باز یک برادر دیگه هم صحبت کرد، خوب صحبت کرد، مگر ما تو را میگه که من به طور یک مثال تو را میگم. گفت خانه یک نفر دوز آمده بود، میخواست دیوالش را سلاخ کنه، صاحب خانه سرش بیدار شد، دوز گفت چی میکنی؟ دوز برش گفت که من دول میزنم. صاحب خانه برش گفت که چه قسم دول میزنی که صدایش نمه؟ گفت صدایش را صبح خواهش نویدی. در یک ملکی که سطح تعلیم پایین باشه، در اونجا سکتور خصوصی نتیجه مثبت ندارد. یعنی در کل شما باورمند بالای سکتور خصوصی و بانکداری نیستین؟ یقیناً. بخاطر پس بدیل چی است؟ بدیل رفتن به توشک ها و بالشت ها و رفتن نگاه کردن پول در خانه؟ نه. چی است ما بدیل؟ در پاس بغیر از اینکه بانک های خصوصی را اوج امانت خود نگهداری بکنیم، اگر در سکتور دولتی نگهداری بکنیم، یقیناً ضمانتش بسیار است نسبت به بانک های خصوصی که در نسبتاً قیمت بانک های دولتی بسیار زیاد است. ما نتیجه بانک های دولتی را زمان سابق دیدیم، نتیجه خوب داشت، مال امانت بود، مردم های بسیار مسلکی در اونجا شیشته بود، مردم های قانع کننده در اونجا شیشته بوده. چون در این ملک بانک سکتور خود بانک های خصوصی به خاطر از این نتیجه مثبت نیست که اشخاص مسلکی در طول 5 سال یا 10 سالی که بانک های خصوصی ایجاد شده چطور میتونه شده در یک عمر خردی که کوچک باشه، در اینجا چطور میتونه که برای بانک خصوصی یک قوی آدم باید باشه که تا امانت. تشکر. پس نظرتان در کلی است که شخصیت های مسلکی در رأس بانک های خصوصی بیان. سپاس از نظرتان. یقیناً. سلام بر ما فرستادن. به نظر من واقعیت دارد به پول مردم مسئولین بانک ها در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند. دخترهای زیبا را به خاطر نشر یک اعلان تلویزیونی از امریکا می طلبند. به پول گزاف پیش بینی گروه بین المللی بحران واقعیت دارد. احمد فهیم قلق از ولایت کندز، نظرش روی صفحه فیسبوک بود. و کاظم همایون می نویسه، به باور من سوال این نیست که بانک های خصوصی در کشور به بحران مواجه هست یا خیر، چون گروه بحران یک گروه بین المللی است، به خاطر پرستیج و حیثیتی که دارد به هیچ عنوان بدون اسناد و مدارک و غیر مسئولانه و یا سیاسی حرف را به زبان نخواهد آورد. اگر به پس منظر نتایج بررسی گروه بین المللی بحران در کشورهای مختلف و ویژه ارجنتین، شیلی و تیمور شرقی و سایر کشورها نظر اندازی نماییم، دیده می شود که بحران اقتصادی کشورهای یاد شده برای اولین بار از طرف گروه بین المللی بحران افشا و دقیق ترین آمار ارائه گردیده بود. نظر آقای کاظم امویون روی صفحه فیسبوک. و نظر بعدی روی صفحه فیسبوک. البته دوستای عزیز، شما هم میتونین نظریات خود را قبل از اینکه نظر دوست ما را بخونیم، شما هم میتونین نظریات خود را روی صفحه فیسبوک بگذارین. در هر حدی که نظریاتتان باشه، شاید نظریات شما
بسیار کارها باشه برای حکومت افغانستان، برای شهروندان افغانستان و به تمام کسانی که نظریات شما را میشنون و میبینن حتی در بیرون از افغانستان. سلام، به نظر من گروه بین المللی بحران راست میگوید، به خاطر بانک‌های خصوصی باید پشتیبانی دولت و پشتیبانی بانک‌های جهانی را دارا باشند و همیشه دولت موظف است بانک‌های خصوصی را در کنترل خود داشته باشد و از آن حمایت نماید و همیشه باید کنترل نماید و اگر در وقتش همیشه دولت کنترل داشته باشد هیچ وقت ورشکست نخواهد شد. این که دولت اصلا به فکر این کار نیست، امکان دارد ورشکست هم شود. بیژن نایاب رفاهی از ولایت هرات باستان بندر تورغوندی نظر خود را روی صفحه فیسبوک نوشته کرده بود. همکاران ما برای من هشدار میتن که وقت تمام شده و حتی وقت دوستای دیگر هم گرفتیم. تشکر از نظریات شما روی فیسبوک و تشکر از تماسهای تلفنی شما. شب و روز خوشی داشته باشین. تکرار برنامه را فردا ساعت 9 به دوستانتان توصیه کنین و میتونین که روی فیسبوک ما هم یک جا شین، با ما بپیوندین و نظریاتتان را بنویسین. خدا نگهدار.